مطمئنا بحث مصالحه یک بحث بسیار جدی و اساسی در شرایط امروزی ما هست. ما در 10 سال قبل افق روشنی از مصالحه را نداشتیم. افق تاریکی از منازعه در سراسر زندگی ما جاری بود. اما در این 10 سال اخیر با توجه به دستاوردهایی که در عرصه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی پدید آمده، بحث مصالحه مستلزم وجود یک منازعه هست و وجود منازعه مستلزم حضور داشتن و جاری بودن یک دشمن فرضی یا واقعی هست و این دشمن فرضی یا واقعی دارای یک هویتی هست. حالا این هویت ممکن است در عرصه یک در قالب یک کتله فرهنگی باشد، در چارچوب یک مفهوم مذهبی باشد، یا در گستره یک هویت اجتماعی باشد. بنابراین وجود منازعه بیانگر وجود یک بحران هویتی هست، به این معنی که اگر در منازعه وجود داره در یک جامعه یک دشمنی هست که باید با اون دشمن منازعه کرد. حالا این دشمن دارای یک هویت هست. منازعه از زمان آغاز میشه که ما یا شناختی از این هویت نداریم یا اینکه این هویت را بد شناختیم، بد تعبیر کردیم. چون بد تعبیر کردیم بنابراین هضمش نمیتوانیم، با او کنار آمده نمیتوانیم و این است که هویت خود را در تعارضی با اون هویت دیگری و در تقابل اون هویت دیگری میبینیم. منازعه از اینجا آغاز میشه. یعنی زمان این منازعه شکل میگیره که یک هویتی وجود داشته باشد و این هویت دارای یک وجود خارجی یا وجود فرضی باشد و ما تعبیر و شناخت دقیقی از این هویت نداشته باشیم، این هویت را بد شناخته باشیم و در نتیجه احساس کنیم که اون هویت در تعارض با من هویتی من هست. از اینجاست که بحران هویت پدیدار میشه. تصور ما و برداشت مطالعاتی ما این است که در افغانستان ما با یک بحران هویتی مواجه هستیم. همین بحران هویتی است که در واقع شالوده زندگی اجتماعی ما را و شالوده نظام سیاسی ما را به تباهی و تردد و تردید کشانده است. اگر مشخصاً و اشارتاً به بحث هویت جامعه هزاره به عنوان یک موضوع جدی بپردازیم، هزاره ها یکی از اقوام بزرگ افغانستان هستند که دارای مذهب شیعه هستند و پیشینه حداقل 3000 ساله در تاریخ زیستی افغانستان. البته اینجا جای بحثش نیست که ما از هویت تاریخی جامعه هزاره بحث بکنیم و تفصیل بپردازیم، اما اشارتاً عرض میکنم که برخلافه که اونچه که در ذهنیت عامه و در ادبیات سیاسی و در پندار اجتماعی برخی پدید آمده، جامعه هزاره یک جامعه بیریشه و نوبنیاد نیست. جامعه است که ریشه در تاریخ چند هزار ساله افغانستان داره و منشأ در تمدن عظیم این خطه تمدنی داره. به این خاطر است که ما جامعه هزاره را اگر
یک مطالعه سرسری و گذرا داشته باشیم، جامعه هست که ریشه در فرهنگ و تاریخ تمدن افغانستان داره، دارای هویت متفاوت مذهبی بوده، زمان دین رسمیشان بوداییت بوده، زمان زردشتی بوده و بعد دین اسلام را پذیرفتند و در چند صد سال گذشته هم به تشیع گرویدند. اینا یک گذر مختصری است از هویت تاریخی مذهبی جامعه به نام جامعه هزاره. اما این جامعه در گذر تاریخ چند صد سال اخیر و عمدتا در 400 سال اخیر یک مرتبه فراموش میشه، یعنی هضم میشه در کوهستان‌های افغانستان. وجود ظلم مکرر و تبعیض‌های تکرارپذیر در تاریخ سیاسی افغانستان موجب میشه که جامعه‌ای به نام جامعه هزاره به تدریج هضم شوه و حل شوه و خونسا شوه در روابط اجتماعی و در زندگی جمعی و سیاسی افغانستان. خب، دهه 90 میلادی فرصتی به دست می‌دهد، یا در واقع دهه 80 میلادی فرصتی به وجود می‌آید که جامعه هزاره مثل همه اقوام دیگر، مثل همه هویت‌های دیگر، در موج مبارزه و جهادی که در این دهه به وجود آمد، اندک تکان اجتماعی و تکان فرهنگی و تکان سیاسی به خودشان بدهد. احزاب متعددی به وجود آمد، احزاب جهادی بیش از 15 تا حزب و گروه و دسته نظامی. خب، اینها هم تاریخ تا حدود غمبار و مفصلی دارد. به دلیل عدم جامعه هزاره در مدیریت سیاسی، بسیاری از این احزاب دچار اختلافات شدند و کشاکش‌های داخلی و نزاع‌های خونینی پدید آمد در روابط اینها. تا دهه 70 شمسی، از سال 68 که رهبران سیاسی هزاره به این نتیجه رسیدند که نزاع‌های داخلی جز این که اندک فرصتی را که برای وجود هویت تبارز هویتی اینها پدید آمده، این هم از بین خواهد رفت. سیر تاریخی و تحول سیاسی در افغانستان رخ می‌دهد در سطح کلان منطقه‌ای و جهانی مطرح است و جامعه اقلیتی به نام هزاره و شیعه اگر یک تکان جدی و یک بازسنجی دوباره در موقعیت و شرایط خودشان ایجاد نکنند، از کاروان جهانی و از تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و جهانی حذف خواهند شد. و این دلیل بود که حزب وحدت به وجود آمد و تحولاتی که بعد در سال 70 و بعد از اون پیروزی مجاهدین پیش آمد، اینها نقش نسبتاً مؤثری ایفا کردند. خب، در این بحبوحه پدیده‌ای به نام مزاری پیش آمد و به وجود آمد. مزاری در واقع محصول تمام تجربیات سیاسی این دودهه بود و نماد خواسته یک جامعه‌ای که می‌خواستند در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ، در عرصه جامعه مشارکت داشته باشد. مزاری با توجه به شخصیت اجتماعی که داشت، خب البته باز هم ما کاملا موافق هستم با خانم باختری که همه شخصیت ها را و همه جریانات سیاسی را ما باید به نقد بکشانیم. شخصیت شهید مزاری هم قابل نقد هست و قابل بازبینی و بازسنجی هست. اما چیزی که مهم هست این است که شهید مزاری
در سه تمام زندگی مبارزاتیش را اگر یک طرف قرار بدیم، سه سال مقاومت غرب کابل و سه سال حضور در صحنه های سیاسی در کابل از شهید مزاری یک چهره دیگه می سازه. چهره ای که در واقع در پیوند با هویت اجتماعی و سیاسی هزاره تبارز پیدا می کنه. خب در این عرصه شهید مزاری می خواست که در واقع هویتی به نام هویت هزاره را در جامعه افغانستان تثبیت بکند. از دید من ما سه تا مرحله بازسنجی و تکامل هویتی داریم. مرحله اول تعریف هویت هست، مرحله دوم تثبیت هویت هست و مرحله سوم تفصیل هویت. در مرحله اول یعنی تعریف هویت، شهید مزاری کوشید که پندارهای اجتماعی و گفتارهایی که در عرصه ادبیات سیاسی از جامعه به نام جامعه هزاره و شیعه مطرح شده، این پندارها را دگرگون بکنه. هم در ارتباط با معاملات و تعاملات بین القومی و هم در ارتباط و معاملات درون قومی، یعنی جامعه هزاره به عنوان یک گروه قومی و مذهبی هم در درون خودشان به دلیل فشارهای تاریخی و سیاسی که به وجود آمده بود دچار چالش‌ها و گسستگی‌های فرهنگی و اجتماعی فراوانی بود. مهمترین چالش جامعه هزاره این بود که دچار نوع گسستگی و وارفتگی اجتماعی شده بودند. پذیرفته بودند که ما در جایگاه و درجه دوم شهروندی در این سرزمین قرار داریم. از نظر روانشناسی اجتماعی وقت فشار اجتماعی و تحقیر اجتماعی زیاد میشه، کم کم ذهنیت را در بر کسانی که فشار وارد میشه بر اونها هم تحمیل میکنه، یعنی باور میکنه از نظر ذهنی که کم کم مثلا انسان اگر زیاد برش تلقین شده که تو زشتی 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 چندین بار، خطبیست که باور میکند که زشت هست. اگر انسان یا جامعه به مراتب و به کرات تحقیر شود، تبعیض شود و بر او قبولانده شود که تو انسان درجه دو هستی با استعداد خفیف، طبیعیست که در مرور زمان باور میکنن جامعه. در درون جامعه هزاره هم همین روند در واقع شکل گرفته بود و از طرفی روابط اجتماعی جامعه هزاره با جوامع دیگر پیرامونی هم بر همین مناسبات استوار بود. یعنی جوامع دیگر هم قبول کرده بودند که این جامعه به نام جامعه هزاره با مذهب و هویت شیعه جامعه درجه دومی هست. اینجا بود که در واقع دهه 70 وقتی یک فرصتی به وجود آمد، زیرکی و دانایی شهید مزاری بر این بود که این معادله را کشف کرد. یعنی کشف کرد که ما راز بقای این جامعه را زمانی می توانیم درک بکنیم و راه حل براش بسنجیم که از نظر ذهنی برای اینها یک تلقینی، یک تحول ایجاد بکنیم. به همین خاطر بود که سعی کرد هزاره را به عنوان یک هویت، هویت اجتماعی، هویت مذهبی در عرصه معادلات و معاملات سیاسی مطرح بکنه. و به همین دلیل بود که مزاری دو تا اصل داشت. اینکه اولا ما به عنوان یک هویت اجتماعی باید در زندگی و تعامل اجتماعی و سرنوشت سیاسی من سهم داشته باشیم مثل بقیه انسان‌های دیگه این سرزمین. دوم این که مذهب ما به عنوان یک مذهب اسلامی در کنار مذاهب دیگر به رسمیت شناخته شود. این که شهید مزاری بحث رسمیت مذهب شیعه را مطرح کرد، به نظر من این هم از دید
هویتی باید به این قضیه بینگریم. یعنی مذهب در تعریف هویت ملی و هویت‌های اجتماعی یکی از عناصر هویت را مذهب اعلام میکنه، دین اعلام میکنه. یعنی دین یکی از عناصر مهم هویت بخش برای یک زندگی اجتماعی و یک جامعه است. به این دلیل بود که خوشبختانه شهید مزاری موفق شد که یک هویت روشنگرانه، منطقی و مستحکمی از هویت هزارها طرح بکنه و تعریف بکنه. هویت هزارها را تعریف کرد. مرحله دوم مرحله مشارکت خواهی بود، عدالت خواهی بود که شهید مزاری مطرح کرد و خوشبختانه در این مرحله هم موفق شد. یعنی طرح‌ها و شعارهایی که شهید مزاری در عرصه سیاست مطرح میکرد، مثل قضیه فدرالیسم یا طرح چهارجانبه که جناب آقای سایی اینجا ازش اشاره کرد، طرح چهارجانبه یکی از طرح‌های بسیار مهمی بود که متاسفانه در اون زمان گوش‌های شنوایی برای شنیدنشان نبود. اما در شرایط موجود و پس از بن تمام سیاستمداران داخلی و خارجی به این نتیجه رسیدند که مطمئناً در جامعه عقب مانده و قومی مثل افغانستان با ساختار اجتماعی پیچیده، نخستین راه برای عبور از مرحله قومی این است که اقوام را، طرح مشارکت قومی را در قدرت سیاسی مد نظر قرار بدیم و به رسمیت بشناسیم. که این قضیه هم مطرح شد واقعا و جا افتاد. مرحله سوم تفصیل هویت هست. یعنی ما در مرحله بعد از مزاری قرار داریم. خوشبختانه در این مرحله که مخصوصا بعد از مسئله بن و پروسه بن مطرح شده، جامعه هزاره بدون که شعارهای سیاسی پرتمطراق ارائه بدهد، بدون که حساسیت‌های جهانی و منطقه‌ای و داخلی افغانستان را برانگیزاند، در یک روند معقول، منطقی، آرام و تدریجی دارد به سمت شهروندی پیش می‌رود. به این معنی که با همه محرومیت‌ها و با همه مظلومیت‌ها و نابرخورداری‌هایی که در این 10 سال سازندگی و بازسازی در افغانستان نسبت به جامعه شیعه و هزاره روا داشته شده، این جامعه راه منطقی و معقول را در پیمودن صلح، در روند شهروندی شدن و در جریان مدرسه سازی و نهضت مدنی پیش گرفتند، چیزی که ما امروز شاهد هستیم. بسیاری از دانشگاه‌های افغانستان مملو از جوانان و دختران هزاره است. در بسیاری از محافل فرهنگی و علمی و دانشگاهی حرف‌های منطقی، معقول و مستدل را جوانان هزاره می‌زنند. هیچ گونه ادعایی هم نداره و هیچ گونه حساسیتی و هیچ گونه شعاری و هیچ گونه تمسکی نسبت به دیگران هم ندارن. من معتقد هستم که هر جامعه که 3 روند را پشت سر بگذاراند، این جامعه به سعادت دنیایی و در واقع بهروزی جهانی میرسد. یکی روند شهرنشین شدن که خوشبختانه جامعه هزاره دارد به سمت شهرنشینی پیش میره. در کابل شاید دوستان در جریان باشه که حداقل 40-45% از شهرنشینان کابل از جامعه هزاره هست. در مزار حدود 50%، در هرات حدود 25-30% و در بسیار از پل خمری مثلا جاهای مختلف. شهرنشینی فرصت‌های جدید را برای یک جامعه ایجاد می‌کند. فرصت‌های فرهنگی، فرصت‌های آموزشی، فرصت‌های اقتصادی و بینش اجتماعی شهرنشینی و شهروندان بالا میره.
تعامل اجتماعی آرامتر و منطقی‌تر میشه در شهرها. داد و ستد متقابل اجتماعی و اقتصادی که در شهرها بین انسان‌ها وجود دارد تبعیض و تعصب را کمتر می‌کند. یک هزارم مجبور از یک دکان پشتون جنس بخره. یک پشتون مجبور معامله بکنه با یک تاجیک. یک تاجیک مجبور است در امر تجارت خودش از یک ازبک کمک بگیره. این داد و ستدهای اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی و آموزشی که در شهرها هست تعصبات را کمتر می‌کند. و این خاطر است که شهرنشینی بسیار مهم است در امر مدنی شدن و صلح اجتماعی یک جامعه. مسئله دوم فرصت‌های آموزشی هست. خوشبختانه شما می‌دانید با اینکه جامعه هزاره از فرصت‌های آموزشی رسمی محروم هست، اما مثلا ما در یک جای یک منطقه به نام جاغوری بیش از 45 مدرسه لیسه داریم، یعنی ویدرگوینده به تعبیر نروژیا یا دبیرستان به تعریف ایرانیا. یک منطقه خیلی کوچیک 45 تا مکتب خود مردم ساختن، 45 تا لیسه عالیه و ده ها مکتب ابتدایی دیگه ساخته شدن. در بامیان همینطور، در اروزگان همینطور، در دایکندی همینطور، در بسیار از مناطق هزارنشین تمام مردم رو آوردن به مدرسه سازی و مکتب سازی و آموزش. این روند روندی حساسیت برانگیز نیست، یک روندی مدنی هست که یک جامعه را به سعادت شهروندی میرساند. و نکته سوم اقتصاد هست، رشد اقتصادی. خوشبختانه مهاجرینی که در پاکستان بوده، در اروپا بوده، در ایران بوده، در هندوستان بوده، در جاهای مختلفی که از جامعه هزاره مهاجر شده، اینها در یک سطح نسبتاً قابل قبولی از تولید اقتصادی و خود اتکایی اقتصادی رسیدند. هزاران فرصت شغلی برایشان به وجود آمده، صدها شغل اینها به دست آوردن و کسب کردن. و به خاطر است که شما در داخل افغانستان که میری در بسیار از شهرها و شهرک ها هزارها که به شکل کتله‌ای زندگی میکنه منطقهشان را آباد میکنه، دکان میسازه، شهر میسازه، جاده میسازه بدون که کمکی از دولت بگیره، تجارت میزنه. مثلا در منطقه جاغوری و منطقه شهرستان که از مناطق دورافتاده هست کارخانه های سنگبوری هست اینجا الان. اینا روند شهرنشینی را به سمت صلح‌جویی و مشارکت پذیری آرام و بدون حساسیت برانگیزی طی می‌کند. این تفصیل هویت هست، یعنی گسترش دادن هویت اجتماعی. هویت اجتماعی جامعه هزاره در شرایط موجود نه با تفنگ، نه با عربده‌کشی‌های سیاسی و نه با مطالبات خشن نظامی و سیاسی، بلکه با یک روند مدنی آرام اجتماعی و فرهنگی و آموزشی داره پیش میره و تعریف میشه و تفصیل میشه و گسترش پیدا میکنه. این روند روند صلح‌جویی هست، روند مصالحه هست. کاش همه مردم افغانستان و شهروندان افغانستان چنین روند را در پیش بگیرن. منم فهم که فرصت چقدر دارم؟ در صورت ما از همین قضیه میترسیدم. خب به هر صورت بنابراین مسئله مصالحه ارتباط متقابل با بحث منازعه هویتی دارد و مراحل هویتی هم سه تا مرحله هست نسبت به جامعه هزاره. مرحله تعریف هویت که شهید مزاری و تفسیر و تثبیت هویت که شهید مزاری نسبت به جا انداختن اون و تحکیم اون نقش بسیار بسزایی داشت. و مرحله تفصیل هویت که الان ما درش قرار داریم، مرحله صلح‌جویی، مرحله آموزش، مرحله سهمگیری در عرصه‌های اجتماعی و تولیدی و مرحله هست که ما با زبان قلم، با فرهیختگی، با شایستگی و با خوی برادری و خویشاوندی و
شکیبایی داریم پیش میریم. این مرحله است که هر جامعه ای را به سعادت خواهد رساند. امیدوارم که تمام سرزمین افغانستان روند ایجاد شود و جریان ایجاد شود که بدون اتکا و کمک های دولت، بدون چشم داشت از قدرت های جهانی، ما روند صلح جویی و مدنی شدن را چنین مسالمت جویانه به پیش ببریم.